عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو به تماشای برنامه اینفوگرام اختصاص دادین خب امروز مراسم تشییع پیکر آقای گلپایگانی از خوانندگان برجسته و فقید کشورمون بود جمعیت خیره کننده و عجیبی در مراسم تشییع پیکر ایشون در بهشت زهرای تهران حضور به هم رسوندن جالب این نکته رو که خدمتتون عرض بکنم برخلاف بسیاری از هنرمندانی که در سالهای گذشته و ماهای گذشته از دنیا رفتن که معمولا در محوطه بیرونی تالار رودکی که با نام تالار وحدت این روزها شناخته میشه مراسمی بزرگ داشتی براشون برگزار میشد اما برای آقای گلپایگانی مستقیما در بهشت زهرا و قطعه هنرمندان این مراسم برگزار شد و نکته جالب توجهش اینه که شاید یکی از شلوغترین مراسمی که برای یک هنرمند در طی این ه سال گذشته برگزار شده متعلق بود و متعلق بود با آقای گلپایگانی و حضور هنرمندان برجسته و پیشکسوت عرصه آواز، موسیقی و حتی هنرمندانی که در زمینه ها و زمره های دیگری فعالیت میکنن هم مزید بر علت شده بود تا یک قوام و اعتبار بیشتری به مراسم داده بشه آقای خاجه امیری استاد ایرج هم آمدن در مراسم شرکت کردن با وجود اینکه ایشون 90 و اگر اشتباه نکنم یک سالشونه در حال حاضرشون متولد 1311 هستن آمدن آوازی هم خواندن در رسای دوست از دست رفته خودشون و مراسم هم بسیار با شکوه برگزار شد اما اینجا من میخوام نقطه نظر و تحلیل خودم رو هم ارائه بکنم حضور این حجم از جمعیت و مردم در مراسم تشریح پیکر گلپا یک تفسیر فرامتنی هم داره و اون این که هر چند حاکمیت در طی و 45 سال گذشته سعی کرد برخی از نام ها برخی از چهره ها رو بایکوت بکنه منظوی بکنه خونه نشین بکنه بیکار بکنه اما میبینیم که وقتی که این افراد از دنیا میرن مردم یک واکنشی رو نشان میدن که این واکنش میتونه چند معنی و مفهوم رو متبادر بکنه یکی از اون معانی اینه که درسته که حکومت تو هنرمندای ما رو سعی کردی تو این چهل سال از همون بگیری جدا بکنی اما اینا تو دل ما هستند و ما با آثارشون با ترانه هاشون با تصنیف هاشون خاطره ساختیم خاطره داریم و اگر امروز حضور داریم به دلیل اون هنر ارزشمندی است که اونها برای ما خلق کردن و هیچ گروه و دسته و جناح و حکومت و سیاستی هم نمیتونه صرفا با حذف فیزیکی یا ممنوع فعالیت کردن ممنوع چهره کردن این افراد خاطرات ارزشمندشون رو در دل ما از بین ببره یا پاک بکنه خب این حضور میتونه خودش جنبه های جامعه شناختی و حتی سیاسی رو به همراه داشته باشه حضور سیاسی در یک فضای عمومی فقط به این معنی نیست که شما چشاتون رو ببندید دهنتون رو باز کنید مشتاتون رو گره کنید بگید مرگ بر این درود بر اون نمیدونم چه و چه حضور سیاسی معرفت سیاسی و بصیرت سیاسی میتونه این مدل از حضورها باشه اینکه شما یک هنرمندی که مورد به نوعی ظلم واقع شد محروم شد از اینکه بتونه در سالهایی برای شما هنر خلق بکنه هنر بیافرینه رو اینگونه پاسخ بدید همونطور که برای فردین همین اتفاق افتاد فردین زمانی که از دنیا رفت نزدیک به 22 سال بود که آره دیگه نزدیک به 20 سال چون حالا فیلم برزخی ها هم ایشون بازی کرده بود فردین زمانی که از دنیا رفت 20 سال بود که هیچ قاب دوربینی او رو ثبت نکرده بود چهره او رو به نوعی ضبط نکرده بود و رفته بود سراغ کار زندگی خودش یک فرش فروشی داشت زندگی نرمال خودش رو داشت پشت سر میگذاشت و دیگه از اون حضور از اون فعالیت های گسترده قبل از انقلابش هم خبری نبود نه روزنامه ای نه مجله ای نه تلویزیون و حتی بعضا اجازه این رو هم نداشتن که بخوان اسمی از فردین بیارن و زمانی که فردین در سال 1379 در سن 70 سالگی درگذشت شاید بهتون بگم نزدیک به یک ماه تمام جراید و نشریات مرحله به مرحله زندگی فردین رو آمدند و به رشته تحریر در آوردن عکس او رو منتشر کردن هر چند تلاش میشد که باز عکس های دوره جوانی او در جراید بعد از انقلاب منتشر نشه چون همچنان اون توهم و تفکر متحجرانه ای که آقای هنرمندان شما رو مردم رو یاد دوران قبل از انقلاب میندازن و اینها وجود داشت اما در هر صورت دیگه نشد جلوی این موج و این سیل تولید محتوا نسبت به زندگی فردین رو گرفت و البته بسیار بیشتر جرایت هم سعی کردن ویژگی های مثبت او و خاطرات خوبی که سایرین ازش داشتند رو بازنشر بکنه و دیدیم حجم حضور مردم در مراسم تدفین فردین هم اصلا به نظرم بین هنرمندان کم نظیر بود همین اتفاق برای نوزری هم افتاد نوزری که سالها بایکوت شد یعنی حالا شما شاید آقای نوزری رو آقای منوچهر نوزری رو در سالهای پایانی زندگیشون که فعالیتشون در تلویزیون و رادیو مجددا آغاز شده بود رو به یاد میارید ولی از سال 57 تا حدود سال 66 آقای نوزری به اون دوره زمانی که خارج از ایران بودن و به مصر رفته بودن و اونجا به هر حال تلاش میکردن که فیلمسازی رو ادامه بدن و متاسفانه امکانش هم آنطور که باید و شاید میسر نشده بود وقتی هم که ایشون اومدن در اوایل دهه 60 به ایران چند سالی رو امکان فعالیت و امکان حضور نداشتن و تا حدود های سال 66-67 آقای نوزری مشغول فیلم کرای دادن و بازی های مثل مثلا آتاری و میکرو و این داستان ها رو کرایه میدادن و بعد از اون بود که دیگه حال عوامل صبح جمعه با شما تلاش کردند که آقای نوزری رو جذب رادیو بکنن و پس از اون هم ایشون رو ما در بستر و فضای تلویزیون دیدیم از میکنم این در رو فقط ببندم گلپایگانی هم از این امر مستثنا نبود گلپایگانی هنرمند فقیدی است که سالیان سال ما با آثارش زندگی کردیم و از این به بعد هم زندگی خواهیم کرد بنابراین گلپایگانی و گلپایگانی ها همچنان زندن و همچنان جاویدان در عرصه هنر و فرهنگ این مرز باقی خواهند بود من نمیخواستم امروز برنامه خاصی رو تولید بکنم ولی به دلیل حجم حضور این جمعیت در مراسم تدفین آقای گلپایگانی خواستم این نکته رو متذکر بشم و دلیل این حضورها رو هم با همدیگه کمی واکاوی کرده باشیم بیش از این وقت ارزشمند شما عزیزان رو نگیرم امیدوارم که همتون در سلامت کامل باشید و به همه آرزوهای قشنگتون در زندگی دست پیدا بکنید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.